کمپاین ملی زده جنگ از سوی جمعیت اصلاح و چندین نهاد مدنی و اجتماعی دیگر هفته قبل آغاز شده است، وارد مرحله دوم خود شد. هشتگ زیر نام به گفتگوهای صلح سرعت بخشید در شبکه‌های اجتماعی به سرعت در حال پخش شدن است. صدای ما به هر دو جناحی که دولت افغانستان هست و حرکت طالبان هست این است که برای مذاکرات صلح قدم‌های استوار، صادقانه و جدی را بردارند. خواست ما از هموطنان عزیز ما این است که صدای قطع جنگ، صدای صلح، صدای آغاز مذاکرات بین الافغانی را به شدت بلند بسازند. خواست ما و تقاضای جدی ما از سیاستمداران و از رهبران احزاب در افغانستان این است که به لحاظ خدا دست به کار شوید، وحدت بکنید، از خواستهای شخصی کوچکتان بگذرید به خاطر نجات این ملت و راه گفتگو و مذاکره را با حرکت طالبان یا در مجموع با مخالفین باز کنید و حکومت افغانستان را هم برای این گفتگو وادار بسازید. علمای دین و استادان دانشگانیس از طرفای درگیر جنگ می خواهند که هرچه زودتر گفتگوهای صلح بین الافغانی را تسریع بخشند. خاطر ضرورت که مسئله در واقع برگزاری اجلاس صلح از سر شروع شه و این به شکل جدی در واقع پیگیری شه تا ملت به سر سامان برسه. رازی هغه څه چې په د تفاهم له لارې نه کولی شو هغه باید د تفاهم له لارې نه لاسته راوړو. نور نو وطن بحران ته بیول او چې هغه د الله تعالی د بندګانو پکې مصیبتونه راځي، قتلونه پکې راځي، وینه پکې تویږي. رازی چې مونږ دغې خواته مخه وکوو چې الله تعالی مونږ ته په دې ولس کې او په دې هیواد کې د اسلام تر سوری لاندې یو آرام ژوند او استقرار را په نصیب کی. د ولس د فرد فرد او د مجموعی ولس غوښتنه دا ده چې صلح وکړي او نور دا د افغانستان قضیه د جنگ د لارې د حل کېدل یې ناممکن دي او کوم ځایو کې چې هلته د صلح دپاره خبرې اترې شروع دي په هغه کې باید سرعت او چټکتیا رامنځته شي او نور د بې ځایه بهانو وخت تیر شوی دی او فرصتونه چاته نه پاتې کیږي، د فرصتونه د لمنځه ځي. نو زما هیله د ټولو جنګي ډلو نه او د ټولو اطرافو نه دا ده چې هغوی په عاجله توګه باندې د سولې خبرې اترې پیل کړي او د سولې په خاطر باندې یو د بل سره مصالحه وکړي او یو د بل ځینې غوښتنې ومني تر څو زموږ په هیواد کې صلح راشي او زموږ په هیواد کې جنګونه او زموږ په هیواد کې مشکلات له منځه لاړ شي. شهروندان خسته از جنگ نیست، خواهان پایان دادن به جنگ در کشور هستند و میگویند که دیگر تحمل این همه جنگ را ندارند. یعنی دومره جنگ موږ په دې وطن کې په دې ملک تیر شو چې موږ وړه په دې جنگ کې راستر شو. یعنی په دې جنگ کې دوی څه خیر دلې وروره و مونگ با اوه چه والا خیر رو که مونگ با سر مرگلی شو پا جنگ که خیر نیشتا خیر اصره او را یا خپل سول او که چه دقا خلق رو را نا ملت مجور شی دا وطن مجور شی رو را پا خپل منز که رو نو گونتا دی رو را دی عزیزان رو گونتا دست یا خپل اجوان تیر که رو خواهان ما از کسایی هست که در رس سول قرار گرفته که یک سول پایدار دوامدار سول باشه که در خیر مردم افغانستان قرار بگیره. خاطر سرعت بخشیدنش صادقانه عمل بکنن هر دو جناح، فقط تا صادقانه در عملشون صداقت نباشه مشکل است که گفتگوها به نتیجه درست بیانجامه. بشین سول کنین، معاون خود جور بین سول کنین که کندیزی وطن ما گم شوه. روایه که مخالف صلح هستن هم از این طرف هم از این طرف یا باید بشینن مذاکره کنن. این خود نمیشه که مردم هر روز به مردم افغانستان قربانی داده برن، هر روز شهید داده برن، هر روز کشتار دی وطن کشتار شود. بالاخره صلح باید به هر قیمتی که میشه دی وطن باید صلح باید. تاخیر در گفتگوها و تاخیر در روند صلح به معنی ادامه جنگ در کشور و معنی ریخته شدن خون هرچه بیشتر هموطنان ماست و این برای ملت قابل قبول نیست. از این خاطر ملت از تمامی طرفهای مذاکره کننده میخواهد که گفتگوهای خود دستورات ببخشن و به نتایج خوب دست پیدا بکنن. کمپاین ملی ضد جنگ در حال آغاز شده است که در هفته‌های اخیر
جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در اکثر ولایت ها شدت یافته و ده ها ولسوالی میان طرفین دست به دست شده است. از سوی هم روند کنونی گفتگوهای صلح با کندی پیش می رود.